ما خیلی از آهنگا رو گوش میکنیم، باهاشون میرقصیم، اشک میریزیم و احساساتی میشیم. اما وقتی از وطن میخونیم و میشنویم، انگار این احساسات رنگ دیگه‌ای میگیرن. وطن برای همه آدمای دنیا پر از معنی و احساسه. وطن یعنی خونه و در موسیقی و ادبیات ما هم اشعار و ترانه و تصنیف‌های مختلفی در مورد وطن خلق شدن. در روح و جان من می‌مانی ای وطن. پشت هر آهنگی که شاید صدها بار گوش دادیم داستانی هست که ازش خبر نداریم. توی این ویدیو سراغ یکی از ترانه‌های وطنی میریم و قصه ساخته شدنش رو براتون میگیم. افتخار بدید ما رو تا آخر ویدیو همراهی کنید. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون. این ترانه وطن پرنده پر در خون با صدای داریوش برای خیلی ها نوستالژیکه. اما شروع داستان شکل گیری این آهنگ ربطی به ایرانمون نداره. اول ماجرا توی قاره آمریکا رقم خورده. خوز مونسرات فیلیسیانو یه جوان پورتوریکویی نابینا بود. خوز از بچگی عاشق موسیقی بود و چند تا ساز از جمله گیتار میزد و استعداد زیادی داشت. از سالای اول جوانیش هم توی کلابای نیویورک میزد و میخوند. استعدادش انقدر زیاد بود که تا 23 سالگی دو بار جایزه گرمی گرفته بود. حالا هم با 78 سال سن هنوز آهنگاش پرطرفدارن. اما سال 1974 یه آلبوم منتشر کرد که پنجمین آهنگش جیپسی یا کولی نام داشت. I'm just a gypsy who gets paid. هنرمندای کشورهای دیگه خیلی زود ملودی خاص این آهنگ رو برداشتن و روش ترانه های زبون خودشون رو گذاشتن و اجرا کردن. از خواننده های بلغاری و فنلاندی و رومانیایی تا همین ترکیه توی همسایگی خودمون. سالا سالای طلایی ترانه های پاپ در ایران بود. تا پیش از دهه 50 یه آهنگ سه عامل اصلی داشت: آهنگساز، ترانه سرا و خواننده. اما از اوایل دهه 50 بود که تنظیم کننده ها هم بخش مهمی از ساخته شدن آهنگ ها شدن و اسمشون توی شناسنامه آلبوم ها و آهنگ ها درج می شد. یکی از اولین ها و بهترین ها در زمینه تنظیم آهنگ واروژ هاخبندیان بود که به واروژان مشهور بود. واروژان فقط 10 سال به صورت حرفه‌ای فعالیت کرد، اما در همین مدت کوتاه چه به عنوان آهنگساز و چه تنظیم کننده آهنگای موندگار و نابی ازش یادگار داریم. مثل کمکم کن، پل و همسفر با صدای گوگوش، کندو و پوست شیر با صدای ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و بوی گندم با صدای داریوش که آهنگساز این آهنگ ها بود و صدها آهنگ دیگر رو هم تنظیم کرده. داریوش که آهنگ فیلیسیانو رو شنیده بود و از ملودیش خیلی خوشش اومده بود، از واروژان خواست این ملودی رو براش تنظیم کنه تا بتونن روش ترانه‌ای بذارن و اجراش کنن. واروژان این قطعه رو تنظیم کرد و تحویل داریوش داد. اما انگار قسمت نبود آهنگ وطن توی وطن ساخته و ضبط بشه. چون چند وقت بعد از آماده شدن آهنگ، داریوش وقتی روی سن کابار خرم در حال اجرای برنامه بود، زنی که عاشقش بود روی صورتش اسید پاشید و داریوش آسیب شدیدی دید. ماها بستری شدن و جراحی های مختلف و درد و دوری از خوانندگی. اما مدت کوتاهی از این اتفاق برای داریوش گذشته بود که خبر ناگواری به گوشش رسید. واروژان که در حال ساخت موسیقی متن فیلم برفراز آسمان ها به کارگردانی و بازیگری فردین بود، سکته کرد و از دنیا رفت. برفم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس. این اتفاقات در سال 56 افتاد.
ماهایی که جامعه هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شد و مردم به طمع زندگی بهتر و گرفتن حقشون روونه خیابونا می‌شدن و چشم انتظار بت‌شکن زمانه بودن. وقت رفتن از این آشفته بازار برای هنرمندا رسیده بود و جالبه که هنرمندایی مثل جنتی عطایی و منفردزاده و داریوش هم که از سالها قبل خط فکری مشخص و معترضی نسبت به حکومت شاهنشاهی داشتند و افکار چپشون توی آثارشون مشهود بود هم جزو کسایی بودن که بعد از رسیدن به مقصود و فروپاشیدن رژیم شاهنشاهی مدینه فاضله‌ای که ساخته بودن و رها کردن و تصمیم گرفتن فصل جدید اعتراضاتشون رو از جبهه خارج از کشور ادامه بدن. سال 58 در اوج اعداما و تیربارونای ناعادلانه و اجبارای اسلامی که یکی یکی در ایران هویدا میشد، داریوش و جنتی عطایی و بابک بیات تصمیم گرفتن یه آلبوم جمع کنن. آلبوم داریوش از وطن میگوید. اولین آهنگ وطن بود. آخرین یادگار واروژان برای داریوش که جز به یادگاریاش از ایران خارج کرده بود. جنتی عطایی در ترانش با اشارات واضح چپگرایانه گذشتش آهنگ رو تکمیل کرد و وطن متولد شد. وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی. از همون سال تولد این آهنگ تا همین حالا وطن هنوز پرنده پردرخون مونده. هنوز شکفته گل در خون و پا تا به سرخون مونده. وطن هنوز ترانه زندانی و قصیده ویرانی و همه ما آرزو داریم روزی این پرنده پردرخون سیمرغ‌وار از خاکسترش بلند بشه. نمیدونم شما چقدر با این آهنگ خاطره دارید یا احتمالاً با شنیدنش اشک از چشماتون جاری شده. اما خیلی خوشحال میشیم حستون نسبت به این آهنگ و آهنگایی که برای وطن ساخته شدن و برامون بنویسید. دلگرمیم به حمایتای شما و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما و فلاشبک هستید. اگر به موسیقی علاقه مندید این پلیلیست حتما براتون جالبه.